علت اساسی قطع ارتباط دولت ایران با دولت انگلیس چیزی به مرحله تنزل دهد که برای ادامه استفاده کمپانی سابق نفت میلیون ها ایرانی محروم را در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و فشار مالی بگذارد و برخلاف اصول و مقررات منشور ملل متفق خودسرانه نسبت به یک قوم سلجو و طرفدار عدالت و دموکراسی مجازات‌های اقتصادی تعیین کند، جلو کالاها به مقصد ایران را بگیرد، موجودی های ایران را در بانک های لندن توقیف نماید و هر روز به وسیله از صدور نفت ایران جلوگیری کند. با این وضع اگر ملت ایران با دولت انگلستان قطع روابط کرده، علایق و روابط دیرین خود را با ملت انگلیس همچنان حفظ خواهد کرد و یقین دارم که میلیون ها افراد انگلیسی با مردم حق پرست دیگر دنیا به حقانیت مبارزه عمیق ملت ایران واقف و آگاهند و می دانند که ما نیم قرن تمام مورد ظلم و ستم کمپانی استعماری سابق قرار گرفته بودیم. اکنون پس از قطع رابطه دولت ایران برنامه اصلاحات داخلی و رفورم‌های اساسی اجتماعی خود را تعقیب می کند و از تمام ملل شرافتمند جهان خصوصا از ملت نجیب و نوپرور امریکا همه گونه کمک مادی و معنوی برای نیل به هدف نجات ملی خویش را انتظار دارد تا بتواند به نوبه خود برای حفظ صلح و امنیت جهانی گام. امروز در آستانه 14 اسفند ایستاده ایم. فردا 14 اسفند است، 50 سالگرد در گذشته مردی که به راستی باید گفت که بیش از هر کس در یاد و خاطره ملی ما در این سده گذشته به جای مانده، دکتر محمد مصدق. در 12 پایانی زندگی، 12-13 سال پایانی زندگی، در نخست در زندان زرهی و سپس در احمد آباد به صورت تبعید میزیست و سرانجام هم به بیماری سرطان در بیمارستان نجمیه که موقوفه خود او بود درگذشت. و جالب اینجاست که در این 50 جز یکی دو بار دولت‌هایی که بر سر کار بودند اجازه حضور گسترده مردم و آزاد مردم رو بر گور او، بر خانه او ندادند و بر پای گزارش‌هایی که در دست است بخش‌های زیادی از این خانه به دلیل نبودن کسانی که از آن مواظبت کنند، خب نمیگم ویران شده ولی بسیار آسیب دیده و کوشش هایی هم که انجام میگیرد برای بازسازی این آرامگاه و خانه خاندانی دکتر محمد مصدق از آن جلوگیری میکند. اما ببینید، در رفتار حکومت هرچه باشد که میدانیم چیست، که حتی کوچه‌ای هم به نام مصدق در پایتخت تهران، پایتخت ایران تهران، به نام او ننهادند و چه نیک که ننهادند و گفتند که واجد شرایط نامگذاری نیست. واقعا هم درست است، نام و یاد و ارزش‌های مصدق با فرهنگ و ارزش‌هایی که امروز دولتیان بر کشور ما چیره کردند همخوانی ندارد، همسو نیست و چه بهتر که بنبستی رو هم، فلکی رو هم به نام او نامگذاری نکنند. در آینده خیلی بیشتر از اینها از این مرد قدردانی خواهد شد. اما از رفتار دولتیان که بگذریم، در میان کسانی که منتقد به حکومت هم هستند، در میان کسانی که خود اونها هم شاید از این حکومت آزار دیدند و یا در شمار مخالفان اون به شمار می آیند، به ویژه کسانی که طرفدار رژیم گذشته ایران هستند و دیگران، بازار سخنان ناروا نسبت به محمد مصدق همچنان گرم است و گویا هیچ شرم و آزرمی در این زمینه نیست. این واژه های شرم و آزرم رو هم شاید در یک برنامه جداگانه من باز کنم، بررسی کنم. در فرهنگ ما جایگاه بسیار بلندی دارد، از جمله اگر شما به شاهنامه فردوسی
باز بنگرید ببینید که این جای واژه شرم و به ویژه آذر تا چند اندازه بلند بوده در فرهنگ ما و چرا این اندرز رو بارها و بارها فردوسی و دیگران به از زبان کسی به دیگری میدادند که شرم آزرم رو حفظ کنید. در یه نمونهی که اینک جلوی من است میپرسد میگوید که فردوسی چو پرسد پاسخ برا نرم گوی، سخنها به آزرم و با شرم گوی. یعنی هنگامی که سخن درباره یعنی میروید و یه آدم بزرگی رو میبینید با اون سخنان به آزرم و شرم بگویید، آزرم رعایت کنید، شرم داشته باشید از پیش. اما این رفتار در مورد زنده یاد محمد مصدق روان و رایج نیست. دیروز از دوستی تلفنی داشتم که در یکی از این برنامه های تلویزیونی، نام نمیارم، آقای آمده بودند و بدون مقدمه با اینکه برنامهشون پیوندی هم با موضوع مصدق نداشته، به جای اینکه دست کم دو روز پیش از 50مین سالگرد درگذشت مصدق که ایشون شاید بهایی هم به اون نمیدهند یادی از این آدم بکنند، برگشتن و گفتن که این ماجرای کودتای 28 مرداد رو این چپی ها ساختند و باد کردن این موضوع رو و دیگران هم اینها رو تکرار میکنن و حتی اشاره فرمودن که البته شخص محترمی هستن آقایی که این رو گفتن، من بیچکار بیشرم آزرم عمومی از ایشون ندیدم، ولی این رفتارشون در این مورد باید گفت که از آزرم به دور هست. ولی گفتن که این کودتا چیست؟ این مرد رو مانند دیگر نخست وزیران شاه انتخاب میکرده و شاه هم برکنار کرد و دیگر چرا بی خود و بی جهت این ماجرای کودتا رو به راه انداختن. حالا جالب اینجاست که در بررسی و واکنش به این موضوع کودتا، برخی میگویند که اصلا مصدق در مقابل شاه کودتا کرد، او بود که کودتا کرد. برخی میگویند 25 مرداد کودتا بوده، 28 مرداد نبوده. ولی روی هم رفته گوهر نقد کسانی که 28 مرداد رو یک امر طبیعی در کشور به شمار میارند و میگویند که کودتایی در کار نبوده، در این است که شاه دارای این حقوق بوده که نخست وزیر رو انتخاب بکنه و نخست وزیر رو برکنار بکنه. من پس از شنیدن سخنان این هم‌میهن گرامی، برنامه ساز محترم، البته پس از تلفنی که از دوستان رفتم و این بخش رو نگاه کردم، به یک بار این پرسش برام به وجود آمد که پس چرا انقلاب مشروطه انجام شد؟ اگر شاه میتوانست وزیر انتخاب کنه و وزیر برکنار کنه، این های و هوی انقلاب مشروطه، قانون اساسی، پیدایش مجلس مشروطه چه بود؟ شاه نخست وزیر انتخاب میکرد، وزیران رو هم انتخاب میکرد، چون در قانون اساسی همچی واژه‌ای هست که عزل و نصب وزرا با فرمان همایونی است و چون در نیافتن مراد از فرمان چیست، گفتن که بله در قانون اساسی هم گفتن که شاه میتواند انتخاب بکند و برکنار کند. ایشان شاید و بسیار دیگر به قانون آشنا نیستند یا قانون اساسی رو دقیق نخواندند. درسته که در قانون اساسی چنین واژه‌ای وجود داره، اما قانون اساسی بخش‌های گسترده دیگری هم داشته و سپس سنت مشروطه رو باید در نظر بگیرید که در سنت مشروطه یا مجلس رأی تمایل به نخست وزیری کسی میداد و شاه فرمان رو به نام او صادر میکرد و یا شاه به مجلس گزارش میداد که این فرد رو میخواهد به نخست وزیری بگمارد و مجلس به نخست وزیری او رأی تمایل میداد. اگر مجلس دارای هیچ اختیاری در عزل و نصب وزیران نبوده و نخست وزیر به ویژه، این رأی تمایل دادن مجلس برای چیست؟ تشریفات ما در تمام اون دوران میبینیم که جز یک مورد هیچ نخست وزیری رو شاه بدون استعفای نخست وزیر پیشین به مجلس معرفی نکرده و هیچ نخست وزیری حتی در اوج دوران اقتدار رضا شاه بدون رأی مجلس فرمان نخست وزیری به نامش صادر نشده. درست است که
رضا شاه آدم بسیار مقتدر و خودکامی در زمینه دستورهای خودش بود، ولی هنگامی که بر تصمیم گرفت که مهدی قلی هدایت رو به نخست وزیری بگماره، مجلس شورای ملی بود که رأی داد به نخست وزیری مهدی قلی هدایت و فرمان رو شاه صادر کرد. اگرچه این رفتار از نقطه نظر پایمال کردن جنبه هایی از قانون در پایان کار می توان دید که مهدی قلی هدایت میگوید که خبر برکناری خودش رو، برخی میگویند که در روزنامه خوانده، خود او میگوید در از زبان خود رضا شاه شنیدی که خبر خوبی برای تو ندارم، ولی فرمان نخست وزیری یا تمایل به نخست وزیری رو پس از اینکه رضا شاه اظهار تمایل به فروغی کرد و اعلام کرد که فروغی باید جانشین مهدی قلی هدایت باشد، مجلس شورای ملی آن هم در اوج اقتدار محمد رضا شاه، ببخشید رضا شاه، به نخست وزیری فروغی رأی داد و دیگر نخست وزیران دوران رضا شاه هم با رأی مجلس در واقع نخست وزیری اونها به فرمان رضا شاه رسید. در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم چنین بود، بر اساس رأی مجلس بود که شاه فرمان صادر می کرد. نخست وزیری مصدق نخست در مجلس شورای ملی به رأی نهاده شد و سپس محمد رضا شاه فرمان رو به نام او صادر کرد. در دور دوم هم پس از ماجرای رویداد سی تیر، باز نمایندگان مجلس بودند که در اون شامگاه پس از رویدادهای سی تیر در یک جلسه فوق‌العاده رأی تمایل به نخست وزیری دوباره مصدق دادند و پیشتر همون نمایندگان رأی تمایل به نخست وزیری با رأی بسیار پایین نخست وزیری قوام السلطنه داده بودند و پس از رأی مجلس بود که شاه فرمان رو به نام قوام صادر کرد و در سی تیر، در شامگاه سی تیر، باز مجلس رأی تمایل به نخست وزیری مصدق داد، نخست وزیری دوباره مصدق داد و شاه فرمان رو به نام مصدق صادر کرد. بنابراین دوست گرامی، همیهن منتقد به واژه کودتا، عزل و نصب وزیران اگرچه در به صورت واژه ها در قانون اساسی به فرمان مطاع ملوکانه است، ولی این فرمان رو شاه صادر می کرده، رأی تمایل رو مجلس میداده. اجازه بدید من چند اصل قانون اساسی رو برای شما دوستان بخوانم. اصل 46، عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است. فرمان. اصل 67، خوب توجه کنید که اگر شاه دارای اختیار مطلق برای عزل و نصب نخست وزیر می بود، اصل 67 نوشته نمی شد. اصل 67، در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا به اکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیئت وزرا یا وزیری اظهار نمایند، آن هیئت یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل می شود. حتی به فرمان شاه هم نیاز نداره. خوب در توجه بفرمایید، بر اساس اصل 67 قانون اساسی، کنار نهادن هیئت وزیران یا یک وزیر با رأی اکثریت تامه مجلس است. مجلس سنا یا شورای ملی می توانسته رأی بدهد و نخست وزیر رو کنار بگذاره. رأی عدم اعتماد به اون می گفتن. چند بار در تاریخ ایران اتفاق افتاده. قدرت پادشاه در قانون اساسی مشروطه تا جایی محدود بوده که در اصل 45 متمم قانون اساسی میگوید که کلیه قوانین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت، میگه مسئول صحت این فرمان و دستخط همان وزیر است. یعنی در واقع وقتی که قوانینی صادر می شود و شاه بر این قوانین فرمان می نهه، تا هنگامی که وزیر مسئولی که این قانون در اداره او، وزارتخانه او باید اجرا بشود، دستینه ننهاده باشه، فرمانی صادر نکنه، هنوز صورت قانونی نداره. شاه نیست که تنها میتواند فرمان صادر کند. پس از فرمانی که شاه، دستینه‌ای که بر قانون میگذارد، وزیر است که
باید نامه‌ای رو، سرخطی رو یا فرمانی رو امضا بکنه که به امضای وزیر رسیده باشه و وزیر مسئول اجرای این قانونه، نه پادشاه. از همه اینها مهمتر اصل 26 قانون متمم قانون اساسی است. قوای مملکت ناشی از ملت است. قوای مملکت ناشی از ملت است. این واژه را از قوانین اساسی کشورهای دیگر گرفتند. قوای مملکت ناشی از ملت است، نه پادشاه. اصل 44، شخص پادشاه از مسئولیت مبراست. وزرای دولت در هر گونه امور مسئول مجلس اینند. خب یعنی این وزیران هستند که به مجلس گزارش میدهند و در برابر مجلس مسئولند. پادشاه از مسئولیت برکنار است. اما در مورد این واژه کودتا هم به این همیهن گرامی من این یادآوری دوستانه رو بدهم که این ساخت و پرداخته آشپزخانه چپ ایران نبوده. این در روزنامه های اون زمان، در روزنامه های همون دورانی که کودتا انجام شده، در اون روزنامه ها از این واژه بهره می گرفتند. یعنی اونهایی که حتی هوادار حکومت بودند کودتا رو مثبت می دانستند. شما بروید به جلد هفتم یادمانده های علم، یادداشت های علم نگاه کنید. علم در جایی میگوید که یادآوری میکنه راجب سرمایی که اون سال در تهران بوده و به شاه میگوید که به یاد دارید در اون سالی که مصدق محدود کرده بود امکانات ما رو و ما در کاخ که بودیم به اندازه کافی سوخت نداشتیم و بسیار سرد بود و من به شما پیشنهاد کردم که شما کودتا کنید، همون کاری که بعدها کردید و شما گفتید که صلاح نیست فعلا، ولی خوشبختانه بعدها این کارو کردید. این سخن علم است که از کودتا سخن میگوید. حالا اینها رو همه رو بذارید کنار، میگویند که همین دوست گرامی و محترم حرفایی که دیگران زدن دوباره تکرار کردن. بله، این اصلا سی‌آی‌ای چه نقشی داشته؟ جالب اینجاست که سی‌آی‌ای میگوید ما نقش داشتیم در این مجموعی که نخست به صورت پاورقی بخشهایی از اون در نیویورک تایمز به چاپ رسید در سال 2000 و سپس که این کتاب منتشر شد، اسناد مربوط به گزارش ویلبر، دونالد ویلبر، یکی از مهندسان کودتا که در همون سال به چاپ رسید و بارها بارها به فارسی هم برگردانده شده و من در کتاب سوداگری با تاریخ از آن بهره بسیار گرفتم و دیگران هم، درباره برنامه‌ریزی کودتا صحبت شده و اصلا نام پروژه، پروژه براندازی مصدق بوده و پروژه براندازی مصدق تصویب رسمی دولت آمریکا شده و 1,000,000 دلار بودجه برای اون تصویب کردن. بنابراین اندرز من به دوستانی که میخواهند نسبت به تاریخ با آزرم نگاه کنند، نسبت به مصدق با آزرم نگاه کنند، در این است که بپذیریم که یکی از کجرایی هایی که محمد رضا شاه در زندگی انجام داد و پیامد نیکی هم برای او نداشت در این بود که نتوانست با مصدق کنار بیاید. شاید در زمانی هم مصدق دیگر حاضر نبود با شاه کنار بیاید که از این لحاظ به او هم باید خورده گرفت. یعنی پس از رویداد 9 اسفند مصدق حتی حاضر به دیدن شاه نشد و پادرمیانی کسانی که میخواستند رسم همیشگی دیدار شاه رو با نخست وزیر در نوروز زنده نگه دارند، او حتی حاضر نشد که نه شاه به دیدن او بیاید نه در خانه فرد دیگری با شاه دیدار کند. این یکی از گرفتاری های اون زمان بود. ولی بپذیریم که برنامه ریزی ساخت و پرداخته دستگاه اینتلیجنس سرویس بریتانیا که سپس CIA به اون پیوست و رهبری اون رو در دست گرفت، به براندازی مصدق انجامید و یک دمل چرکین سیاسی رو در تاریخ ایران به جای نهاد و حتی بنا بود که مصدق رو محکوم به اعدام کنند که میدانیم که آمریکایی‌ها در آغاز با محاکمه او مخالف بودند، سپس هم پادرمیانی کردند و سخت مخالفت کردند با اعدام او. بر روی این بخشی از تاریخ است که بارها و بارها درباره آن سخن گفته ایم و سخن خواهیم گفت و من لازم دانستم در این آستانه 50 سالگرد در گذشت این مرد بزرگ به این
نکته ای که این هم میهن گرامی در یکی از برنامه ها گفته و چون بسیاری به این برنامه ها نگاه میکنند باز به اون بپردازم، چون من تا اونجایی که آگاه بودم ایشان در جبهه هواداران کودتا و اینها نبودند، ولی بر روی به نظر میآید که چنین چیزی رو باور دارن. اصل 16 همه قانون اساسی رو هم باز برای شما میخوانم. اصل 16 همه قانون اساسی، کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظار امور مملکتی و اساس وزارتخانه ها لازم است، باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد. ببینید، ویژگی قانون اساسی مشروطه در این است که اگرچه در متمم قانون اساسی یک هیئت فقیهان رو برای رسیدگی به قانون تهیه کرده و هیچگاه این اصل دوم متمم قانون اساسی اجرا نشده و نمیتوانسته اجرا بشود، برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی یک ولی فقیه بر بالای اون نشسته بوده. یعنی این نبوده که قانون اساسی مشروطه پادشاه رو با چنان قدرتی ترسیم کند، قدرت پادشاه رو چنان در مفاد خودش بگنجاند که شاه به تنهایی بتواند نخست وزیری رو برکنار کنه و نخست وزیری دیگری رو به جای او بنشانه بدون هر گونه دخالت دولت، ببخشید مجلس. این رسم مشروطه نبوده، این محتوای فرمان مشروطه قانون اساسی مشروطه نبوده. و میدانیم قانون اساسی مشروطه از قوانین اساسی چند کشور دیگر برگرفته شده و به ویژه در مورد حقوق پادشاه، بخش حقوق پادشاه اساساً از قانون اساسی بلژیک برداشته شده و در قانون اساسی بلژیک، هم میهن گرامی میتوانند رو بخوانند، در قانون اساسی بلژیک به فرانسه میباشد، من در کتاب سوداگری با تاریخ بخشهایی از اون را آوردم، دقیقا توضیح میدهد که مجلس است که رأی تمایل به نخست وزیری میدهد و شاه فرمان رو صادر میکنه. در قانون اساسی ایران اندکی گنگ هست این موضوع، اما اجرای این قانون در درازای تاریخ تا آستانه 28 مرداد همواره این گونه بوده که مجلس در واقع رأی تمایل به نخست وزیری میداده. جالب اینجاست که کسانی که اون دست فرمانهای محمد رضا شاه رو در برکنار کردن مصدق و نخست وزیر کردن زاهدی قانونی میدانند، دست کم تا این جای جلو نمی روند که این هم میهن گرامی گفتن. اونها میگویند که چون مجلس تعطیل بوده، در غیاب مجلس شاه چاره جز این نداشته که فرمان نخست وزیری رو خود او صادر کند. این نکته قابل بحثی است که آیا چنین چیزی درست است یا نه، ولی بر روی این رو دست کم میتوان مورد بررسی قرار داد که اگر مجلسی نبوده آیا شاه میتوانسته چنین کاری رو انجام بدهد یا نه. ولی در حضور و وجود مجلس شاه دارای چنین حقوقی به هیچ روی نمیبود. در بخش دوم برنامه امروز، چون آغاز برنامه رو با سروده ای از فردوسی آغاز کردم درباره آذر، میخواهم به یک بی آزرمی و بی شرمی درباره زنده یاد مصدق که در این دو سه سال گذشته روان شده و پذیرفته شده، نه پذیرفته شده ولی روان شده، به اون بپردازم. ماجرای رابطه مصدق سالها پیش از نخست وزیری با دولت اتحاد جماهیر شوروی، تا چند سال پیش ما درباره تبلیغات گسترده‌ای که از رابطه مصدق با انگلیسی ها سخن به میان می آوردن بسیار شنیده بودیم. می گفتن اصلا مصدق خودش آدم این انگلیسی ها بوده و انگلیسی ها او را آوردند تا به کمک او در واقع نفت رو به این صورت در بیارند. نمی تونستن از شر روابط با ایران در مالکیت ایران در این کشورهای وابسته به شرکت نفت ایران انگلیس راحت بشوند، مصدق رو برانگیختن که نفت ایران رو ملی کنه. این رو شنیده بودیم و آدم هایی هم آمدن با براستی باید گفت با دهندریدگی درباره رابطه مصدق با انگلیسی ها در هنگامی که در فارس والیگری داشت، والی بود، درباره اون سخن گفتند و حتی تهمت های بسیار زشت دیگری زدن. اما به تازگی برخی یک کشف تازه کردم که اصلا مصدق آدم شوروی ها بوده
و این کودتای 28 مرداد و یا رویدادهای 28 مرداد در واقع سر خط رو می توان در این رابطه مصدق با شوروی ها که از سال 1323 آغاز شده در اونجا جست. در این چند سال گذشته یک باری یک هیاهوی تازه آغاز شده. نخست آقایی که برای ایشان بسیار هم احترام قائلم، آقای سجادی، در نوشتاری به این موضوع نامه مصدق پرداختند و سپس هم دیگران آمدند و این بار با هیاهو و جنجال کشف کردند که بله، مصدق در نامه‌ای که به محرمانه به دولت شوروی نوشته، به سفیر شوروی نوشته، عملا وابستگی و وفاداری خودش رو به دولت شوروی اعلام کرده. من نمیدونم اینهایی که این نامه رو خوندند با زبان فارسی آشنایی دقیقی دارند یا نه و چگونه میتوانند از این نامه چنین برداشتی رو بکنند. ماجرا خیلی ساده است. یعنی درست این نامه باید به عنوان یکی از اسناد افتخار مصدق ازش یاد بشود. در میدانی که پس از شهریور 20 نیروهای نظامی دو کشور، کشور انگلیس، بریتانیا و شوروی وارد ایران شدند، دولت ایالات متحده آمریکا نمایندگان نظامی به ایران فرستاد ولی هنوز نیروی نظامی وارد ایران نکرده بود، چون اگرچه از متفقین پشتیبانی میکرد ولی به طور رسمی وارد جنگ نشده بود. رویداد معروف پرل هاربر چند ماه پس از ورود متفقین به ایران آغاز رویداد به وقوع پیوست و در اون زمان بود که دولت ایالات متحده آمریکا رسما به دو کشور آلمان و ژاپن اعلام جنگ داد و وارد جنگ شد و به این ترتیب یک گروه مستشار نظامی هم به عنوان بخشی از نیروی متفقین وارد ایران کرد. ولی به هر روی چون به این نکته هم کسانی اشاره کردند و گفتن بنده تاریخ بلد نیستم، آمریکایی‌ها نیروی نظامی وارد ایران نکردند، فکر می‌کنم آگاه به تاریخ نیستن که این سخنان رو میگن. ماجرا در این بود که در پس پرده اتحاد جماهیر شوروی که از سالها پیش سودای دستیابی به نفت ایران رو داشت، گروهی رو، کارشناسانی رو همراه با نیروی نظامی شوروی به ایران فرستاده بود که در مورد نفت شمال پژوهش کنند و گزارش‌هایی رو در این زمینه هم به استالین دادن در مورد نفت در شمال ایران و امکان دستیابی به نفت در شمال ایران. حزب توده هم با وفاداری که به اتحاد جماهیر شوروی داشت، سران او به این فکر افتاده بودند که چون نفت جنوب در اختیار انگلیسی هاست، نفت شمال هم باید به شوروی واگذار شود و جنجال هایی در این زمینه وجود می داشت. راستی همین بود که دولت در ایران دارای نیروی اجرایی واقعا نبود. کشور رو دولت زیر پناه نیروی متفقین اداره می کرد و به ویژه در مناطقی که شوروی ها ارتش داشتند به خیلی حتی ماموران ایرانی هم اجازه فعالیت آزاد نمی دادند. اونها در واقع اداره می کردند. اشغال شده بود کشور ایران از سوی نیروهای متفقی، عملا در همه امور ایران دخالت می کردند. ماجرای پیش آمده بود که به نظر می آمد که دولت بریتانیا شاید بخواهد وارد گفتگو با دولت شوروی برای مسئله نفت شمال بشود. در اون هنگام آمریکایی ها هم به نفت شمال ایران علاقه داشتند. این جستجو برای امتیاز نفت شمال ایران از دوران نخست وزیری قوام در سال 1300 آغاز شده بود، پس از کودتای 1299 که سید ضیاء پس از یه دوره کوتاهی راهی اروپا شد، برکنار شد و راهی اروپا شد و قوام نخست وزیر شد. کمپانی های استاندارد اویل و سینکلر پاشون قرار بود که به ایران باز بشود و ماجراهایی پیش آمد و انجام نشد و این دوباره ماجرا بالا گرفته بود که در دستیابی به نفت شمال ایران یک رقابتی میان کمپانی های آمریکایی و دولت اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت. فرصت کوتاهی است، خیلی به کوتاهی در این باره سخن میگم و اگر لازم شد شاید در برنامه این چهارشنبه‌ای که میآید با جناب مهری درباره برگی از تاریخ بیشتر به این موضوع بپردازم. در 20 شهریور ماه 1323 گروهی به سرپرستی کافتارادزه که معاون کمیساریای امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی بود، یعنی در واقع معاون وزیر خارجه
اتحاد جماهیر شوروی بود، بسیار هم آدم بلندپایه بود، وارد ایران شدند برای گفتگو پیرامون نفت. جالب اینجاست که یکی از این آدم هایی که ادعای خیلی زیادی هم داره با سر و صدا درباره این نامه، از جمله دیدم در یه برنامه خیلی با حرارت میگفت که این نامه رو مصدق چه حق داشته بنویسه، در کدام کشور جهان نماینده مجلس نامه مینویسه، اصلا تماس داره با سفیران کشورهای خارجی. ایشان آگاه نیستن که در مجلس 14 هم مانند دیگر مجلس ها در ایران ما کمیسیون هایی داشتیم، همونجور که در ایالات متحده آمریکا هم کمیسیون ها در مجلس سنا و مجلس نمایندگان وجود داره. یک کمیسیونی بسیار بسیار نیرومند در مجلس وجود می داشته به نام کمیسیون امور خارجه. این کمیسیون امور خارجه مانند جایگاهی که وزیر امور خارجه داشته دارای حقوقی بوده، مانند کمیسیون امور خارجه سنای آمریکا، که رئیس این کمیسیون تقریبا می توان گفت همتای وزیر امور خارجه، دارای حق روابط با سفیران کشورهای خارجی بوده، پیمان نمیتونسته امضا کنه، مذاکره نمیتونسته مستقیما انجام بده، ولی به طور رسمی و قانونی میتوانسته مانند همین کشور ایالات متحده آمریکا رئیس کمیسیون با نمایندگان کشورهای خارجی نشست و برخاست بکنه. مصدق که در انتخابات مجلس 14 هم نماینده اول تهران بود، بدون هیچ مخالفتی در مجلس رئیس کمیسیون امور خارجه مجلس شد و در جایگاه رئیس کمیسیون امور خارجه مجلس حق داشت با نمایندگان کشورهای خارجی گفتگو بکنه و حتی نامه‌نگاری بکنه. بگذاریم برسیم به گوهر گفتگوی امروزمون. در 5 آبان ما پس از این که در 20 شهریور این آقای کافتارادزه وارد شده بود و گفتگوهایی هم آغاز شده بود و خیلی هم جدی تهدید کرده بودن ایران رو که ما دارای این حق هستیم و حتی خب میدانید از نظر حقوقی شما اگر جایی در دستتون باشه به این میگوین 90% حقوق شما، گفته بودم ما شمال ایران در دست ماست، به هر روی نیروی نظامی ما 30,000 اندی نیروی نظامی ما در آذربایجان و شمال خراسان و گیلان و مازندران و همدان و کرمانشاه و جاهای دیگر وجود دارد و ما می توانیم نفت شمال رو در اختیار خودمون بگیریم، ولی می خواهیم که این کار رسمی انجام بشود. در 5 آبان ماه همون سال حزب توده یکی از بزرگترین راهپیمایی های تاریخ ایران رو انجام داد. این راهپیمایی اگرچه پرخاش به دولت ساعد بود، ولی یکی از درخواست های راهپیمایی اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی بود. و جالب اینجاست که در پس پرده یک نوع گفتگوهایی وجود می داشت که در یک مقاله‌ای که در روزنامه تایمز اون زمان به چاپ رسیده و روزنامه رعد امروز این رو در ایران به فارسی برگردانده و مصدق از این مقاله در سخنرانی معروف خودش در مجلس بهره گرفته، از این سخن می راندند که شاید بریتانیا بخواهد با شوروی پیمان 1907 رو زنده بکنه. در این حال ایالات متحده آمریکا هم در سودای این بود که با مذاکراتی نفت شمال رو در اختیار خودش قرار بگیره. در اینجاست که سخنرانی معروف 7 آذر ماه 1323 مصدق در مجلس بسیار بسیار جایگاه مهمی داره. آنچه که مصدق در این سخنرانی علنی در مجلس گفته، مفاد اون در این نامه به سفیر کبیر شوروی 3 ماه 4 ماه بعد آمده، جدید نیست. مصدق در این سخنرانی میگوید که ما نباید اجازه بدهیم که در این دورانی که ایران اشغال شده مذاکراتی پشت پرده صورت بگیره. او میگوید که موازنه رو باید حفظ کنیم. و جالب اینجاست که برای نخستین بار یک سیاستمدار ایرانی میگوید که اگر هم بنا باشد امتیازی به شوروی برای استخراج نفت در شمال بدهیم، این امتیاز باید بر اساس این باشد که ما ایرانی ها نفت رو استخراج بکنیم و اگر هم انحصاری است به اونها بفروشیم. و این نخستین بار است که موضوع انحصار دولت ایران بر منابع زیرزمینی که بعدها به ملی شدن صنعت نفت می انجامد در مجلس شورای ملی به این صورت مطرح می شود. در 7 آذر ماه پس از اون نطق دراز، سخنرانی دراز دکتر محمد مصدق که در آرشیو
سخنرانی های مجلس در گزارش های مجلس موجود هست. نمایندگان در 4 ماده لایحه‌ای رو تصویب میکنند. ماده یکم، هیچ نخست وزیر و وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها و یا معاونت میکنند نمیتوانند راجع به امتیاز نفت با هیچ یک از نمایندگان رسمی و غیر رسمی دول مجاور و غیر مجاور و یا نمایندگان شرکت های نفتی و هر کس غیر از اینها مذاکراتی که صورت رسمی و اثر قانونی دارد بکنند و یا اینکه قراردادی را امضا نمایند. ماده دوم، نخست وزیر و وزیران می توانند برای فروش نفت و طرزی که دولت ایران معادن نفت خود را استخراج و اداره می کند مذاکره نمایند و از جریان مذاکرات باید مجلس شورای ملی را مستحضر نمایند. خب ببینید، حتی زندان برای کسانی که از این ماده اول و دوم تخلف می کنند قائل شدند، 3 تا 8 سال زندان. این یکی از نخستین دستاوردهایی است که مصدق و نمایندگان مجلس در راه استقلال ایران در حوزه نفتی به دست آوردند. اعلام کردند که در دوره اشغال ایران نمیتوان هیچ نوع مذاکره‌ای در این زمینه انجام بشود. میتوان مذاکره کرد برای اینکه اگر ایران این نفت رو استخراج بکنه چگونه این نفت فروش برود. به دنبال این موضوع دولت شوروی واکنش بسیار تندی نشان داد. در واکنش به این واکنش شوروی بود که محمد مصدق اون نامه بسیار بسیار پر از ایماژ و پر از اندرز رو به راستی باید گفت به سفیر کبیر شوروی نوشت. آقا ما با شما دشمنی نداریم، شما دوست ما هستید و کاری نکنید که این روابط به دشمنی تبدیل بشود. من این برنامه رو هفته آینده ادامه خواهم داد، ولی در اینجا تنها یک نکته رو خدمت شما بگویم. ما یک یادمانده سیاسی از قوام السلطنه در دست داریم، یادداشت‌های قوام السلطنه. قوام السلطنه‌ای که دشمن مصدق در دورانی بوده است میگوید این نامه مصدق نشانه‌ای از میزان استقلال این مرد و پاسداری از حقوق ایران بود. و حالا امروز آدم هایی آمدند و با جنجال و با بلوا و با به دور از هر گونه آزرم و شرمی میگویند که مصدق در این زمینه به ایران نه تنها خیانت کرد، نشان داد که اصلا مأمور دولت شوروی است. زهی بی آزرمی و زهی بی شرمی. تا هفته آینده، روز و روزگار بر شما خوش باد.